سلام بینندگان گرامی 28 می برنامه خبری امروز است. در استودیو با شما محمد شریف عبدالله و توجه کنید به سرخط خبرها. افزایش قبرهای احتیاطی و سلفان پوش در تاجیکستان. بازگشت 143 هندی از تاجیکستان به وطن. کمک های پیشوا به آخوری گاو رحمان به کمبیزاعتان هر 3 ماه 116 سومونی می دهد. زخمی شدن یک زن تاجیک در مرز قرقیزستان و تاجیکستان. در تاجیکستان شماری قبرهای سلفان پوشانیده شده و گروه های احتیاطی در حال زیاد شدن است، اما مقامات میگویند که اینها با کرونا ویروس ربط ندارند. بنابر اطلاع رسمی در تاجیکستان عدد ثروت یافتگان با کووید 19 را 3563 رقم میزنند. از این شمار بیش از 1674 نفر شفا یافته و 47 کس وفات کرده است. اما مردم به این باور و این امور باور ندارند. همه روزه در شبکه های اجتماعی نوارهای از مراسم دفن قربانیان کرونا ویروس با خلطه های پلاستیکی و عکس های از گروه های هنوز خالی و قبرهای سلفان پوش نشر می شوند. تنها تورنمای کیوی تیجه اینفو نامی 349 نفری که از کووید 19 وفات کردن جمعوری نموده است. احتمال می رود این عدد باز هم بیشتر باشد. نبی جان یک ساکن پایتخت همراه با نزدیکانش به قبرستان شهری به زیارت قبری خاله اش که از کرونا ویروس در گذشته بود رفته بودند. در صحبت با تلویزیونی نستایش وریمیا می گوید در روز دفن خاله اش چند نفر دیگر نیز خودی همان روز دفن شده بود که همگی را با سلفان پوشانیدند، ولی امروز باز چندین قبر دیگری سلفان پوش نو پیدا شده است. در تاجیکستان بالای قبر را با سلفان نمی پوشانند و زیر سلفان گرفتن قبر معمول نیست. همچنین حالا دیده می شود که در این قطعه قبرستان ده ها گوره کنده شدند که از قبل برای قربانی های کرونا ویروس آمده شده است. کارمندان قبرستان ها در کشور میگویند تا این بیماری آنها قبر را قبل از دفن میکندند، ولی حالا گروه های زیاد کنده شدند برای چند روز پیش و برای ذخیره و از روی احتیاط. در همین حال خبرنگاری رادیوی آزادی در شهری کلاب از دو آرامگاه دیدن کرده است و در هر دو آرامگاه در مجموع بیشتر از 75 گوری نو شمرده است که آنها همه در ماه می پیدا شدند. همچنین یک کارمندی آرامگاهی مارخونه گفته است که چند روز مجبور شدند با ماشین زمین کن یعنی اکسکواتر قبر بکنند. وابسته به این وضعیت کمیته دین تاجیکستان دستورالعمل نوی دفن و یا قبرمانی را جاری کرده است. هماکنون قبرها بر طبق عرف و عادت مسلمانی شرق نزدیک کنده می شوند، نه مثل پیشینه. سخن از گروه های به اصطلاح شومی می رود. این قبرها مساحت کمتر زمین را اشغال کرده خورترند و کندن آن هم زودتر انجام شود. افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان میگوید دستورالعمل بر پایه توصیه های سازمان جهانی تندرستی آماده شده است. در این دستورالعمل گفته می شود قبر را با اصول شامی راست به پایان و سپس در طرف راست لحد به شکل تاق کنند و روحانیان از مسافه 2 متر دورتر از جسد با شرکت اندک آدمان نماز جنازه را بخوانند. با این حال مقامات تاجیکستان اصرار می‌ورزند که پیشکی کندن قبرها و سلفان پوش کردن آنها به افزایش مرگ و میر از کرونا ویروس ربط ندارد. فوتیدگان از کرونا ویروس نفس نمی‌کشند و ویروس را پهن نمی‌کنند. از این خاطر پلاستیک پیچ کردن آنها و زیر سلفان گرفتن قبرهایشان معنا ندارد. قید کرده است معاون وزیر تندرستی میر حمودین کمالزاده. عین حال شماره قبرهای سلفان پوش در آرامگاه‌ها در حال افزایش است. چند پیش رحمان از مسئولان خواسته بود تا در امورهای کرونا ویروس حقیقت را بگویند، اما تا حال در بیانیه های رسمی وابسته به امور بیماران و مرگ و میر کووید 19 زید و نقض های زیاد جای دارد. ایر ایندیا یک شرکت هوانوردی هندوستان که 45 نفر از شهروندان تاجیکستان را روز 27 می از این کشور به دوشنبه رساند، امروز 28 می حدود 150 هندی و یک تاجیک را به هندوستان میبرد. قرار است امروز خط سیر مخصوص شرکت ایر ایندیا 143 شهروند هندوستان را از دوشنبه به جایپور انتقال بدهد. خبرگزاری آسیا پلیس می نویسد که با خط سیر AI 1983 45 نفر شهروندان تاجیکستان که در کورس های گوناگون از جانب حکومت هندوستان تشکیل شده تحصیل میکردند و به سبب پهنشوی کووید 19 و بسته شدن فرودگاه ها در هندوستان و تاجیکستان در آنجا درمانده بودند به وطن برگشتند. پس از بازگشت خط سیر مذکور 143 نفر شهروند هندوستان را از دوشنبه به کنور با خود میبرد. سفارت هندوستان در دوشنبه با مقامات داخلی هندوستان تماس میگیرد تا پروازهای ایلوگی را برای انتقال هندیانی باقی مانده در تاجیکستان که خواهش بازگشت به هندوستان دارند
تشکیل کنند. سفارت از وزارت خارجه و نهادهای داخلداری تاجیکستان جهت مساعدت در برگردانیدن شهروندان بند مانده این کشور اظهار منتداری کرده است. ضمن مسئله بازگردانیدن شهروندان بند مانده به علت کرونا ویروس در سراسر جهان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات تاجیکستان تا چند روز پیش از آوردن شهروندان خود از خارج کشور سر باز زده بودند، اما انتقاد جامعه شهروندی و نیز در سطح جهان تنها و انگوش شمار شدنشان در این مسئله آنها را نیز ناچار کرد که به بازگردانیدن شهروندان جامانده‌اش در کشورهای خارج شروع کنند. اما در روسیه تا چند روز پیش صدها شهروندان از تاجیکستان در مرز قزاقستان بند مانده بودند که بینشان زنان و کودکان نیز بود. حالا هزارها شهروندان تاجیکستان در روسیه بیکار مانده نمیتوانند به وطن برگردند. همزمان با سبب نداشتن مبلغ کافی برای سپردن پول و اجاره ده‌ها تن از آنها در جنگل‌ها خوابند و قسمی هم در کوچه ماندند. مقامات در تاجیکستان حالا تنها از برآوردن شهروندان حکم اخراجشان برآمده از این کشور خبر دادند. پیشتر با یک خط سیر از روسیه چند تنی بجان مهاجران را به تاجیکستان آورده بودند. اما در این راستا چیزی که باعث غضب کاربران شده است این میباشد که تلویزیون های تاجیکستان با مجبوری از نزدیکان درگذشته ها شکرانه و سپاسگزاری آنها را به نوار گرفته گزارش آماده میکنند. منداری خود را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌الحق رحمان منداری خود را بیان کردنی هستیم که در همین روز شبای سختی وزنینی به این شرایط های وزنی نگاه نکرده با هدایت و دستور اساس گذاری صلح و وحدت ملی من هواپیما تشکیل کردم مرده برادری ما که در اگر نمی آوردن از خاک وطن محروم می شد آوردن من ما مردی خود را برده و وطن گور میکنیم. ما بسیار منتظر هستیم از اساس گذاری صلح و وحدت ملی. وابسته به این موضوع کارگردانی مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان دادن نوشته است که چه قدر باید پس فطرت بود که حتی هنگامی مصیبت مردم را مجبور کنید تا از تو توصیف کنند. میکروفون را در برابر چشمان پر اشک و داغداری آدمان گذاری تا متن‌های دلخراش را درباره تشکر تکرار کنند. این هم تحولات است از بریدن لنته‌های سرخ در مغازه‌ها و حمام‌های اجتماعی تا به شکرانه در روی تابوت و قبرها. اکنون آنها نه تنها نمونه بد اخلاقی میباشند بلکه نمونه نامکملی پوره روانی هستند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای و تصاویرهای نشر شده است که از کمک کردن امام‌علی رحمان نقل میکنند. شکل و مقدار این کمک‌ها از جانب کاربران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا به نوشته آنها این کمک‌ها به حد ناچیزند و بی‌ارزش که می‌تواند یک نفر عادی بی‌ملال به طلبنده خیر کند. شورای پیام نت در یک گزارش نوشته است که آخرین سوء استفاده حکومت تاجیکستان از مقام و خیرخواه و مردم دوست جلوه دادن امام علی رحمان با رکلام کاروان ماشین های کمک های بشر دوستانه پیشوا هم با فیاسکو روبرو شد. قبلا اگر نام کمک بشر دوستانه گذاشتن با آن را کارشناسان آگاهان و رسانه ها تحقیر عنوان میکردند، حالا آنهایی که کمک دریافت کردند خود را تحقیر شده میبینند. کرامت الله نورزاد با نشر این عکس مینویسد این یاردم از طرف مسئولان ولایت سغد است به نفرانی که امروز فرزندان 1.5 ساله خود را در خانه مونده در بیمارخانه کلینیکی ولایت سغد برای مردم از ساعت 22 تا 6 صبح کار کرده ایستادند. شما دانید که این نفران به این گونه کمک شما نیاز ندارند و محتاج هم نیستند. شما مذاق میکنید 1.5 لیتر روغن و سبزی های پوسیدگی خودتان قطعی تماما لازم نیست کمکتان و این گونه مذاق هایتان. متاسفانه این تنها با شهری خوجند و طبیبانی آن تمام نمی شود و سبزی پوسیده هم واهیمه نیست. کمک بشر دوستانه پیشوا که رسانه های دولتی به وصف آن گوش مردم را کار کردن در حجم 300 سومانی یا 28 دلار است که برای یک طبیب داده می شود. این هم در حالی است که در کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان طبیبانی که با کووید 19 مبارزه می برند هر ماه 1.5 هزار دلار ماهانه می گیرند و در صورت گرفتار شدن به کرونا ماهانه اشان 2500 دلار می باشد. همزمان حکومت تاجیکستان در 14 می قرار قبول کرد که موافق آن خانواده های کم بضاعت در 28 شهر و ناحیه کشور از دولت کمک پولی میگیرند. این کمک ها در ماهی برای یک آیله کم بضاعت نزدیک به 40 سومانی یا 8 دلار می باشد. حالا اگر آیله 4 نفر باشد در یک ماه سری نفر 2 دلار می رسد. این کمک های اجتماعی دولت در 3 ماه 116 سومانی و در سال 464 سومانی به یک آیله خواهد بود. تاجیکستان در حال برنامه کمک اجتماعی را به همه شهر و ناحیه های کشور تقدیم می کند که بانک جهانی اخیراً از حکومت چنین درخواست کرده بود.
این بانک برای جلوگیری از گسترش کووید 19 به تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داد و 3 میلیون دلاری آن به عنوان کمک های اجتماعی به اهالی اختصاص داده شده است. یک شرط جدا شدن این کمک هم این بود که برنامه کمک های اجتماعی تاجیکستان تا کنون به 40 ناحیه محدود می شد وسیع شود و همه منطقه های کشور را فرا گیرد. در همین حال تحلیلگران تاجیک می گویند این کمک ها خیلی ناچیز هستند و به درد خانواده های کم بضاعت نمی خورد. در اول ماه می بانک جهانی برای بهتر نمودن غذا، سلامتی و معرفت کودکان تا 60 ساله 70 میلیون دلار کمک پولی برای تاجیکستان روانه کرده بود. پرداخت کمک های اجتماعی به خانواده های کم بضاعت در 28 شهر و ناحیه در نظر است از 1 ایول سال 2020 شروع شود. اویله های کم بضاعت را شعبه های حفظ اجتماعی محلی زیست بعدی درخواست ساکنان سنجیده معین خواهند کرد. کارشناسان این عمل مقامات را باز یک تحقیر دیگر ملت از سوی حکومت کشور دانسته میگویند این تنها به خاطر آن است که همه جا دعوا کنند ما خلقمون را کمک میکنیم. اگر در حقیقت این مبلغ همین خیلی باشد، یعنی 116 سومانی برای 3 ماه، این روستی تحقیر گویمان می شود، برای اونکه 116 سومانی این می شود 11 دلار کمی زیادتر. این معنی اون را دارد که برای هر یک ماه 3.5 دلار جدا می شود. من باوری دارم که هر یک گویم که شخصی که در تاجیکستان زندگی میکند و تلفنی موبیلی دارد ممکن است از این زیادتر مصرف کند در یک ماه. چیز دیگری که باید قید کنیم، همچون کم بضاعت، من انی قشرا نمیدونم، لیکن خیلی مردمی کم ثبت نام شده است، همچون اویله کم بضاعت. هیچ نباشد به هر یک اویله 500 سومانی در یک ماه با اولی کم بضاعت جدا می شود، می گفتیم که درست است، احسن، لیکن این 3.5 دلار همچون تحقیر مسخره بازی قیمت می شود. بنابر گزارش مرکز مطبوعاتی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، می اول روز 27 می سال جاری یک زن تاجیک با شلیک قرقیز ها زخمی شده است. در گزارش آمده است برخلاف سازش‌نامه‌های قبلا به امضا رسیده، از خانه متعلق به شهروند قرقیزستان بختی بکف ساعت ساکن دهه کوکتوش جماعت دهات آقسای به سوی شهروند جمهوری تاجیکستان معتبر خانم شرپوا سال تولدش 1995 استقامت کننده محله ققیر جماعت دهات چارکو و کارگری بریگاده رقمی 14 تخم پروری همین محله تیرکو شده او را از قسمت راست بدنش زخمی کرده است. این عمل را مقامات تاجیک عملی اغوا انگیزانه جانبی قرغیز ها عنوان نموده میگوید از احتمال دور نیست که رفتاری برقصدانه نارام نمودن وضع و کنش جوابی ساکنان نزد سرحدی را به وجود بیاورد. حالت معتبر خانم شریپوا میونه وزنین ارزیابی می شود و عین زمان در بیمارخانه شهری بستری است. اما مقامات قرغیزستان به رادیوی آزادی وابسته به این قضیه گفتند هنوز در این باره معلومات ندارند و مشغول تفتیش خبر هستند. باید ذکر کرد که در 3 روز اخیر این دومین حادثه تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان می باشد. با وجود اون که پرزیدنت های این دو کشور سر این مسئله با هم واخوردند و ده ها مراتب مقامات بلندپایه نیز دیدار و گفتگوشونی داشتند، اما تا به حال مشکلات جای داشته راه حل خود را نمییابد. در بین این دو سرحد چی میگذرد؟ چرا وضع را آرام کرده نمیتوانند؟ سوال است بی‌پاسخ. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. مطلب و پیشنهاد عکس و نوارهایتان را به ما طریق پشته الکترونی تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو با رقمی 48519 767 404 بفرستید و فعلا خدا نگهدار.